به تازگی فیلمی از رقصیدن الهام پا به و رویا میر علمی در یک تاعت منتشر شده که بسیار جنجال آفرین شده و موجب شده تا سر و صدای ویژهی در جامعه به پا شود. در ادامه به همین موضوع می پردازیم اما قبل از شروع اگر به ویدیوهای معلق مند هستید از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید. در سالهای گذشته اتفاقات رچندان خوشایندی برای هنرهای نمایشی رخ داده و تئاتر به هر بهانی مورد انتقاد و طرح مسئله قرار گرفته است تا هنری است که در شرایط و دورانهای مختلف جایگاه خود را حفظ کرده است و به دلیل وظایف سیاسی و اجتماعی که بر عهده داشته مورد توجه قرار گرفته است زیرا نمایش در ذات خود مردمی است و با زبان مردم سخن میگوید طی سالهای گذشته تاعت راهی در دل عموم جامعه برای خود باز کرده است تا سالن‌های اجرا مملو از تماشاگران شود تا جایی که نیاز به سالن‌های بیشتر در سطح شعر احساس شود به نظر میرسد طرحهای مختلفی برای کاهش سطح محبوبیت فراگیری و ایجاد محدودیت برای هنرهای نمایشی کلید خورده است که هر کدام باعث می شود هر و بال هنر چی شود قیمت گذاری های نجومی بلیت ها زور تاتر لاکچری و سر و صداها و واکنش های پس از آن گامی دیگر بود که این بار معنا و ماهیت تاتر را هدف قرار دهد ده هنر نمایش با همه سختی ها با تمام قوا به حیات خود در جامعه ادامه داد اما مخالفت ها با این هنر وارد مرحله دیگری شد مدتی پیش سخنگوی کمیسیون فرهنگ مجلس شورای اسلامی از تذکر به وزیر ارشاد خبر داد وی در مورد این تذکر گفت در این نامه ذکر شده است در عرصه اطاعت متاسفانه یک افرادگری هایی دیده می شود که قابل دفاع نیست بعضا نویسندگان و کارگردانان حوزه اطاعت حریم ها را رعایت نمی کنند و عبور از خط قرمز دارند وی افزود ما در کشور آرمان داریم که باید مقدس بدانیم با عنایت به اینکه عرصه هنر باید شاد و مروج نشاد باشد اما این تعارضی با این آرمان ها اصول ندارد آنچه بعضا دیده می شود متاسفانه این مسائل رایت نمی شود و این ایراد جدی به تئاتر است البته ما در عرصه سینما هم اشکالاتی را مشاهده می کنیم این روند با موزگیری آیت الله جعفر صبحانی مرجع تقلید ادامه یافت مطلع شدیم در تهران تاتری برگزار شده که دختران با کلاگی سران بازی می کنند این حرکت در جمهوری اسلامی چه معنایی دارد که به معاون وزیر ارشاد تذکر دادیم تا هرچه سریعتر به این مسئله رسیدگی کند این دست از اکارها که در پی بورز برخی خطاها صورت میگیرد گاه دستاویز جریانهای مخالف رشد هنرهای نمایشی قرار میگیرد تا با بزرگ نمایی و تعمیم آن به همه تاعت را در مسیر شکوفایی این هنر دستانداز ایجاد کنند اما حالا با تمام این هواشی اخیرا نمایش مزهکهای شبیه قط به نویسندگی و کارگردانی حسین کیانی سال 1394 در تئاتر شهر به روی صحنه رفت در این نمایش شهرام حقیقت دوست نگار آبدی حبیب دهخان نسب، علیرضا آرا الهام پاو نژاد محسود تاهری، رویا میرعلمی ویدا جوان به ایفای نقش پرداختند در این تاد سکانسی از رقص رویا میر علمی و الهام پاوه نژاد روی صحنه بسیاری از مردم را شوکه کرد و باعث شد بار دیگر دلواپسان یک صدا اعلام انزجار خود را اعلام کنند این تئاتر درباره دو بیوه ناصرالدین شاه است که یکی طالب موسیقی قتل و دومی طالب شبیه قتل است و گروه نمایشی هم به دنبال جایی برای خوابیدن است که به ناچار سر از قصر شاهی در میآورند آنها به دنبال خواسته این دو بانو موسکه و شبیه قط ناصردین شاه می شود. در سالهای اخیر صحنه های رقص در تاعت های ایرانی به شدت جنجالی شده است و با کنش های مختلف از سوی جامعه و مقامات رسمی به همراه داشتند. این جنجال ها نه تنها نشان دهنده تغییرات اجتماعی و فرهنگی در ایران است. بلکه بر تعارضات بین فرهنگ سنتی و مدرن نیز تاکید دارد یکی از نمونه های بارز این موضوع رقص آزاد سمدی در یکی از نمایش های بود که ویدیوی آن به سرعت در فضای مجازی منتشر شد و واکنش های زیادی را به دنبال داشت. این واکنش ها عمدتا از سوی گروه های مذهبی و سنتی بوده که این گونه نمایش ها را مغایر با ارزش های اسلامی و ایرانی می دانند. در نمونه دیگر ارجنگ امیر فضلی در پشت صحنه فیلم لازانیا با گریم زنانه میرقصد که این نیز با واکنش های شدیدی از سوی مقامات مواجه شد این رقص در پشت صحنه و با هدف تفریح و سرگرمی انجام شد اما با های منفی زیادی داشت رقص در تئاتر ایرانی همواره به عنوان یک موضوع حساس و بحث برانگیز بوده است این حساسیت ها ناشی از تضاد بین فرهنگ های سنتی و مدرن است از یک سو تئاتر و هنرهای نمایشی به عنوان عرصه برای بیان آزادانه و خلاقیت هنری شناخته میشوند. و از سوی دیگر برخی از اخشار جامعه این گونه نمایش ها را مخالف با ارزش های دینی و اخلاقی می دانند. برای مثال در تئاتر 300 که یکی از نمایش های موزیکال اخیر ایران بود استفاده از رقص و موسیقی به عنوان بخشی از داستان سرایی به کار رفته بود این نمایش گرچه به دلیل خلاقیت و جذابیت های بسری مورد استقبال قرار می گیرد اما همواره با مخالفت های شدیدی از سوی گروه های مذهبی و سنتی مواجه می شود. بیشتر از این جریان سحر زکریا بازیگر مشهور و پرهاشی تلویزیون با انتشار یک استوری تو نسبت به رقص دست جمعی شرکت کنندگان رالیتی شو جوکر واکنش نشان داده است. او در این استاری نوشت هی hey, میخوایم چیزی نگیم نمیشه این اگر ابتضال نیست پس چیه چرا سطح درک مردم رو اینقدر پایین میبینید این حق رو از کجا وردید؟ ای لعنت به جهل اولین بار داریوش مرجوی در سال 65 صحنه در فیلم اجاره نشین ها گذاشت که در آن مردان میرقصیدند و از آنجا که تا مدت ها این فیلم پرپوشتن فیلم پس از انقلاب محسوب می شد گروهی با این تصور که فروش بالای فیلم به دلیل همان صحنه رقص است کوشیدند تا در فیلم های خود صحنه رقصی هم بگذارند گروهی که خواهان اصلاحات تدریجی بودند کار را به بحث سیاسی هم کشاندند که با رقصیدن آقایان شروع میکنیم تا کم کم به رقصیدن هم برسید در فیلم هایی هم تلاش شد به نحوی نشان دهند که زنی در حال رقصیدن است مثلا در ابد و یک روز رقصی از اعظم که نقش آن را شبنم مقدمی بازی می کرد در حالی که دوربین جای دیگری بود نشان داده می شود. اما خود رقص نبود در برخی از فیلم ها هم سایههایی از پشت پنجره نمایش داده می شود که آنها معلوم نبود زن بودن یا مرد بهمن فرمان در سال 1392 فیلمی ساخت که به گفته خود نامش را دلم میخواهد به رقصم گذاشته بود اما تنها به همین دلیل پنج سال اجازه پخش ندادند تا سرانجام با تغییر نام فیلم و برداشتن واژه رقص از روی عنوان اجازه اکران گرفت و فیلم در سال 97 با نام دلم میخواد منتشر شد خود فرمان آرا عبارت جالبی گفته است که خواندنش خالی از لطف نیست وی گفته نام این فیلم دلم میخواد برقصم بود ولی گفتن که به این اسم پروانه نمیدهند من هم گفتم اگر رقص باشد میدونیم طرف میخواد چیکار کنه ولی الان معلوم نیست میخواد چیکار کنه که پاسخ دادن آن را خودمان یک فکری برایش میکنیم دوستان عزیز ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید اگر می‌خواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید کانال ما رو سابسکرایب کنید علامت زنگوله کنار اون رو فعال کنید تا اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید تا برنامه بعدی خدایا رو نگهدارتون